خب خدمت شما عرض کردم تو روش دوم، یعنی برای تولید فرآیند پودهای کروی از یه پروسه به نام اتمیزیشن استفاده میکنن که در حقیقت میان اسپری میکنن به داخل گاز خنثی. پس ما برای تولید ذرات کروی باید چیکار بکنیم؟ میایم در حقیقت آلیاژ مذاب رو به داخل گاز خنثی اسپری میکنیم که ذرات کروی چی ایجاد میشه؟ اسفریکال تولید میشه. خب برای همین عرض میکنم که کتاب کریگ یه مدار مرتب منظم تر دست داده، اینجا همجوری یه نکته میگه میره نکته بعدی رو کتاب بیان میکنه. اما ذرات لیت کات یا برادی که اولین آمالگام هایی بودن که وارد بازار شدن و کم مثل بودن، اینها در حقیقت روشون دو تا عملیات حرارتی انجام میشه. یکی هیت تریتمنت که در حقیقت میایم اون شمش رو حرارت میدیم، هدفمون هم از این حرارت دهی هموجن شدن و پخش یک نواخت فاز گاما هستش. پس هموجن شدن و پخش یک نواخت فاز گاما هدف اصلی توی مرحله اول حرارت دادن یا هیت تریتمنت هستش که در دمای تقریبا حالا اونجا میگه 480 درجه، اینجا 420 درجه، چندین ساعت دقیقاً شمش حرارت داده میشه که شمش وقتی براد وقتی میایم رنده میکنیم، برادا به فاز گاما به صورت یک نواخت در همه جا درشون پخش بشه.